فصل 23 چاه علیم خان، سطح آب چاه 23 متر. بیابان پوشیده بود از بوته‌های درشت خار، رمک رمک ماسه و شن پشت پشته و آفتاب تپه تپه تلمبار شده بودند گرد ساقه‌های سیاه و استخوانی خارها. 5 پلاس سیاه دود می کردند زیر آفتاب. وسط یک نواختی آفتاب دشت شبیه بوته های سوخته خار بودند پلاس ها. چند قدمی پلاس ها بود چاه آب. چرخ چوبی می چرخید سر چاه. داشت آب می کشید مرد بلوچی از ته چاه. بالا و پایین می رفتند دست ها و پاهای مرد. یک جفت دلو چرمی وصل بود ته تناب. می گرفت دلو ها را می کشید جلو و خالی می کرد در گودالی که 3-4 قدمی چاه بود. فرو کرده بودند سرشان را بزها و گوسفندها توی چاله و آب می خوردند. کجا زندگی می کنی؟ گیابان اشاره کرد به کپری پشت پلاس ها. چه کار میکنی؟ شوانکی هستم، رمک گردانم. رمک مالکیست؟ کنکی خان. چند تا میشود رمک؟ 200 شود. بیشتر رمه بز بود. غیر از 200 بز و گوسفند 15 شتر هم داشت کنکی خان که شوانک می برد چرا و می گردن. باقی خانه ها چه کار می کنند؟ نشستند. گوسفند ندارند، بز ندارند، شتر ندارند. ها هست. هر پلاس 10 تا بز داشت، 2-3 تا گوسفند داشت، 1 شتر داشت. شوانک دارند؟ نه. هر روز خداوند یکی از خانه ها جمع می کرد گله را و می برد چرا. بعضی روزها هم هر کسی بز و گوسفند و شتر خودش را می برد به صحرا. مزد می گیری یا سهم می بری؟ هم مزد می گرفت هم سهم می برد. 10-1 کهره سهم می برد و 10-1 پشم. سالی 100 من گندم میداد کنکی خان و 200 تومان هم پول بابت مزد. امسال چند کهره داشت رمک؟ 30 کهره. 3 کهره سهم بردم. مینالید شوانک بلوچ از خشکی دشت. بهار نبود. بهار نبود سر تا سر دشت. پروار نشده بودند گوسفندها. برده بود کنکی خان زاهدان و فروخته بود بیشتر گوسفندها را، یکی 80 تومان، بز فروخته بود یکی 60 تومان. بهتر بود حال بزها، بهتر از گوسفندها می ساختند با خشکسالی. چاه مال چه کسی است؟ پدر علیم خان. پدر علیم خان زده بود چاه را. مرده بود پدر، چاه مانده بود برای علیم خان. حاضر نمی شد علیم خان واگذار کند چاه پدری را به غریبه یا شریک بگیرد. مشغول کشیدن آب شد شوانک. مانند قربیل بزرگ ماسه بود آبش خور گله. می بلعیدند ماسه ها و آفتاب آب دلو ها را به یک نفس و تندتر و حریص‌تر از دهان تشنه بزها و گوسفندها. چادر دور محمد. اول صبح بود، مملو به خورشید بود گنبد آبی آسمان. می درخشیدند در خورشید بنفش و صورتی چین و شکن ستیق کوها. رسیده بودیم به چاه دور محمد. 7 پلاس سیاه گرداگرد چاه بود، همچون 7 حجم سیاه سکوت. صدا در نمی آمد از دیاری. سحری خورده بودند، نماز خوانده بودند، خوابیده بودند اهل چادرها. نگاهی انداختم ته چاه، پیدا نبود آب. هنوز رسوب نکرده بود همه تاریکی شب ته آب چاه، ولی بوی آب می داد چاه.
سنگی بستم ته ریسمان و انداختم توی چاه. شلپی صدا کرد سنگ. وقتی خورد به آب اندازه گرفتم 22 متر بود سطح آب و ارتفاع دشت 1315 متر بود کنار چاه. تکان خورد پرده یکی از پلاس‌ها. پیرمردی آمد بیرون، نگاهی انداخت به ما، یک راست آمد جلو. سلام علیک. و علیکم السلام. جوری؟ شکری. نشستیم لب چاه. چه اسمی دارد چاه؟ چه در محمد. چه کار میکنید؟ رمک داشتند، شوانک میبرد گیابان و میگردانید. بهار که میشد جمع میکردند پلاسها را، راه میافتادند، میرفتند میان کوه. گرما که میرسید از راه برمیگشتند، میزدند پلاسها را دور چاه، مینشستند لب چاه تا آخر فصل سرما. خودتان چه کار میکنید؟ نشسته ایم. بس. صبح زود می آمد شبان، گرد می کرد گله را، می برد چرا. مغرب بر می گرداند. بهارگه دو نوبت شیر می دوشیدند زنها. نوبت اول کله سحر بود پیش از رفتن گله به چرا. نوبت دوم اول شب بود وقتی بر می گشت گله از گیابان. چند تایی می شود رمک؟ 200. برخواستیم و رفتیم طرف پلاس‌ها. شروع کرد پیرمرد به شمردن تعداد اعضای خانوار و تعداد دام پلاس‌ها. ترتیب پلاس‌ها: نام خداوند پلاس، تعداد اعضای خانوار، تعداد دام. 1. ملک‌شاه 15 نفر، اعضای خانوار 30 رأس، تعداد دام. 2. میر محمد 7 نفر، 100 رأس. 3. جلال 2 نفر، 30 رأس. 4. علیم خان 5 نفر، 10 رأس. 5. لادو 6 نفر، 30 رأس. 6. رحمت 3 نفر، 30 رأس. 7. پیر محمد 3 نفر، 20 رأس. سال قبل 15 من زابل روغن گرفته بودند از شیر بزها و گوسفندها. فرستاده بودند زاهدان. 1 من زابل 80 تومان خریده بود دکاندار زاهدانی. جوشانده بودند باقی مانده شیر را، سفت شده بود، برداشته بودند از روی اجاق و گذاشته بودند زیر آفتاب. خوب خوب خشک شده بود، شده بود شیلانج. برده بودند زاهدان، فروخته بودند 1 من زابل 10 تومان. در عوض قند خریده بودند، چای خریده بودند، آرد خریده بودند، پاجامک و جامک، شلوار و پیراهن خریده بودند و برگشته بودند. 3 جوال کشک روی هم رفته برده بودند زاهدان و فروخته بودند. وزن هر جوال 10 من زابل بود. جوالهای شیلانج و خیکهای روغن را بار شتر کرده بودند و برده بودند به بازار. سال گذشته پشم نشسته را فروخته بودند 30 تومان. کل محصول پشم 10 من بود و همه را فروخته بودند. 20 گوسفند نرینه هم فروخته بودند در بازار شهر زاهدان، گوسفندی 100 تومان. شتر ندارید؟ داریم. چند تا؟ هر خانه 1 اشتر دارد. میر محمد 3 اشتر دارد و بس. زراعت نمی کنید؟ نه. غیر از شتر و گوسفند و بز چه دارید؟ هر خانه 30 4 مرغ دارد، یعنی 3-4 مرغ دارد. کروس دارد، چیپل دارد، یعنی جوجه. پیدا نیستند مرغ ها و خروس ها. سرد بود، نشسته بودند توی پلاس. پهن که می شد آفتاب در دشت می آمدند بیرون. شبان کجا زندگی می کند؟ اشاره کرد با انگشت دستش به کپری کوچک و پخمه، همچون لاشه باد کرده بز بود کپر شبانک. 200 قدمی پلاس ها بود، وسط بوته های خشکیده خار و کپه های ماسه. چطور می روید و می نشینید میان کوه؟
چه کار می‌کنید میان کوه؟ زنها بودند که همت می‌کردند، جمع می‌کردند پلاس‌ها را، دیرک‌ها را، دستک‌ها و پایک‌ها را، بار شتورها می‌کردند. البته نباید فراموش کرد و انداخت از قلم، مردها هم خیلی زحمت می‌کشیدند. می‌آوردند اشترها را جلوی پلاس، می‌خواباندند شتورها را، می‌رفتند و می‌نشستند سینه‌کش آفتاب و تماشا می‌کردند. راستی راستی که الله عوضشان دهاد. راه می‌افتادند شتورها طرف کوهستان. هم شتر بلد بود راه را، سفری بود که هر سال می‌رفت، هم تک تک اهل خانوارهای حلک دور محمد، از بچک پسر بچه گرفته تا جنیک دختر بچه، جن زن و مردین مرد و پت پدر و مات مادر و جنوزام پیرزن بیوزن و پیروک پدر بزرگ. وقتی می رسیدند میان کوه، سر جای اولشان باز نوبت مردها بود. زحمت می کشیدند، می خواباندند شترها را، می رفتند، می نشستند در آفتاب، تکیه می دادند به تخت سنگی، تماشا می کردند. بار شترها را بر می داشتند زنها و می گذاشتند زمین، می زدند پلاسها را، مرتب می کردند اجاقها را، می رفتند بوته های خار جمع می کردند، می آوردند، می چیدند کنار اجاقها، روشن می کردند آتشدان را، چای دم می کردند، دم که می کشید چای، دعوت می کردند، می آمدند مردها، می نشستند، چای میل می کردند و می رفتند. کار دیگری نمی کنند مردها؟ نه. چرا؟ یک کار دیگر هم می کردند مردها. مشکل بود گفتنش برای پیرمرد. بالا رفتیم، پایین آمدیم، جلو رفتیم، عقب آمدیم، چرخیدیم دور هم، چرخیدیم دور پلاس ها. خیر، دم به تله نمی داد پیرمرد. جان بچک، مرگ پت، مرگ مات، خیر، از بیخ عرب بود پیرمرد. جان پیر و پیامبر بیفایده بود. یک پاداشت مرغ، قسم دادم، قسم داد، اخمی شده بود پیرمرد، خسته هم شده بود. بله، یک کار دیگر هم می کردند، مغر آمده بود. به فهمی نفهمی دستی هم داشتند در قاچاق مردان حلقهای گیابان. صد البته که منزه بود پیرمرد از این کارها، روحش هم خبر نداشت. همینطور مردهای حلق دور محمد معصوم معصوم بودند، نه دست زده بودند به سیاه، نه دست زده بودند به سپید، ولی باقی حلک ها گاهی گداری دور که می دیدند چشم جاندارم خارا یک زیرابی می رفتند. حق هم داشتند، کمرشکن بود هزینه زندگی، زیاد بودند و روز به روز زیادتر می شدند اهل خانوار و نانخورها. باید فراهم می شد به طریقی رزق و روزی بچه ها. بله، حق را باید داد به حقدار. کوره راهایی بودند که پیچ و تاب می خوردند وسط برهوت کویر و می آمدند گاهی شبها و گاهی روزها از حوالی خراسان، تهران، کرمان دور می زدند قله کوها را، سرازیر می شدند ته دره ها، می رفتند نفس نفس زنان بالا از یال کوها و همینطور پاورچین پاورچین می آمدند پایین و می گذشتند از وسط لوت اسپکه کنار روستای بنت و نیک شهر، می رسیدند به ساحل دریای بزرگ و بندر چابهار و تیس و
گواتر و صدها بندر بینام و نشان روی نقشه جغرافیا. بعضی هم می رفتند گلنم گلنم طرف شهر، می گذشتند از میرجاوه، کوه ملک سیاه، می رسیدند به پاکستان و افغانستان. بزرگ بودند کوره راه ها، ولی بیشتر مواقع قاچاقچی ها هم ادای بزها را در می آوردند و برای اینکه عقب نمانند خدای ناکرده از بزها، بزروی می کردند روی خطوط کلاف سردرگم بزروها. قاچاق می آوردند، پنهان می کردند میان کوه و گیاهان. اهل حلک ها کارشان پاییدن این دفینه ها بود، همین و بس. سر و صداها که می خوابید، آبها که می افتاد از آسیابها، معامله ها که جور می شد، می آمدند قاچاقچی ها، بار شتر می کردند قاچاقها را و می بردند طرف شهر کرمان، تهران، در بزنگاه کمرشکن جادهی، در امن خالی از اغیار کوهی، بار وانت و کامیون می کردند قاچاق را. راه می افتادند و می رفتند وانت ها و کامیون ها طرف مقصد. البته گاهی، تکرار می کنم، گاهی گداری شتر هم کرایه می دادند اهل حلک ها به قاچاقچی ها. بلد راهشان هم می شدند، زاغ سیاه ژاندارم ها را چوب می زدند، می پاییدند جاده را، همین همین و همین، گاهی و گداری. چه قاچاقی می آورند؟ بیشتری سیگار هست در این خط. سیگار بخواهد کسی پیدا می شود؟ ای ها نه، الله داند. بله، پیدا می شد. سیگار وینستون، باکسی 15 تومان، مالبرو 12 تومان، کنت 10 تومان. غیر سیگار ندانم. البته از طرف تهران و مشهد و کرمان اجناسی می آوردند، مثل پارچه، بیشتر چیت، نایلون، پول، طلا می فرستادند و قاچاق می کردند به دبی و قطر و کویت یا پاکستان و افغانستان. پول هم قاچاق می کنند؟ ها ندانم، خدا بدان. بله، خیلی ها پول هم قاچاق می کردند. ارزش داشت پول ایران، خریدار داشت، بهتر از طلا می خریدند قاچاقچی ها. ولی قسم ها خورد پیر مرد، 100 بار کفن کرد و دفن کرد پیر و پیمبر را، هاشا هاشا که آلوده باشد دامن پیراهن بلند مردهای بیابان به این قبیل کارها. وقتی خداحافظی کردم و راه افتادم، صدایم کرد برگشتم، گفت این حرفها را مبادا در دفتر کنی. گفتم خیر، خیالت راحت باشد، امروز و فردا در دفتر نمی کنم، صبر می کنم 5 سال بگذرد، آن وقت در دفتر می کنم. رضا نداد. 10 سال رضا نداد. 20 سال رضایت داد به اکراه. جدا شدیم از هم به خوبی و خوشی. حالا 20 سال گذشته است از آن روز. ریغ سال 68 دارد در می آید، مثل ریغ باقی سالها. خدا نصیب گرگ بیابان نکند چون این سالهایی را. با چه وزاریاتی می گذرد. شاید 7 کفن پوسانده باشد پیر مرد، شاید هم زنده باشد و سرحال، ولی خیلی مردم، چه جوان چه پیر، روزی 1 کفن پوساندند طی این سالیان. به دادشان برساد خدا، آمین. چاه مسافر. سر نخ جاده را گرفته بودیم و می رفتیم. راه مانند مارپیچی محو بود که مار می کشد روی صفحه خاک بیابان. وقتی می خزد پیچ و تاب می خورد و می رود جلو.
رسیدیم به چاه مسافر اول، وسط خالی بیابان و برهوت آفتاب و زوزه باد. بوته‌های خار و تل‌های ماسه پر کرده بودند دهانه چاه را. پیدا بود مدتی است متروک افتاده است چاه. راه افتادیم. رسیدیم به چاه مسافر دوم. بلوچی ایستاده بود لب چاه آب می‌کشید. شمردم 35 بز و گوسفند ایستاده بودند گرد چاله آبشخور. لبریز آفتاب بود و باد آبشخور. چهار چشمی نگاه می کردند بزها و گوسفندها به حرکتهای دست شبان و امتداد تناب. دول را به قول خودش انداخته بود توی چاه، تکان تکان می داد، سبک سنگین می کرد، نیم متری می کشید بالا و باز ول می کرد ته چاه. سرانجام کشید بالا دلو را و جب و جب خالی کرد توی چاله. 20 دقیقه ای طول کشیده بود و در یک چشم به هم زدن فقط عکس کبود آب بر جا مانده بود روی ماسه های خاکستری ته گودال. چشمان درشت بره‌ها و چشمان بزها می پاییدند شبان را همچنان. شوانک هستی؟ نه. گله مال خودش بود و دو براتش، یعنی دو برادرش. هر سه برادر در دشت گوهرکوه زندگی می کردند. هر روز نوبت یکی از برادرها بود. گله را بر می داشت و می برد چرا. امروز نوبت حضرتشان بود. راه افتاده بود دنبال گله. آمده بود و آمده بود گله تا سر در آورده بود کنار چاه. صاحب دارد چاه؟ نه، چاه مسافر است، قدیم است. یکی دوتا نبودند چاه های مسافر، خیلی بودند. بنده خدایی میخواست است ثوابی کند، جای پای قرص کند در آن دنیا. آمده بود مشتی جو دستمالی گندم داده بود به چاهکنی، چاهکن هم رفته بود و چاهی کنده بود، نه جلوی پای مسافرین غریب آنچنان که رسم چاهکنان است، بلکه سر راه کوره راه‌های بیابان. تشنه‌اش که میشد مسافر کویر، خودش یا شترش می ایستاد کنار چاه. بر می داشت دلوی را که افتاده بود همیشه کنار چاه، می انداخت توی چاه، آب می کشید، نوش جان می کردند. شکر الله می گفت مسافر، می نشست کنار چاه، نفسی چاق می کرد، استفاده می کرد از درنگ چاه، شتر و خاربوته‌ای سق می زد و می رسید همه این ثواب ها به بانی چاه. تعداد میش های گله را پرسیدم. چند تایی می شد. دوام نمی آوردند میش ها در بیابان. مثل بزها اخت نمی شدند با آفتاب و ماسه و خار. به غیر از میش دو سه تا گرانک گوسفند نر قاطی گله بودند و شنگ یعنی بزغاله، گتاج شنگ یک ساله و پاچن بز نر. به نوزاد میش می گفت گورک، به گورک یک ساله می گفت پولات. بز سال دوم میزایید، میش هم همینطور. خب روی هم رفته چند تایی میشود گله؟ ندانم، الله داند. خدا حافظی کردم. راه افتادیم، دو ساعتی راه رفتیم، رسیدیم به چاه مسافر بعدی. به 4.5 متری میرسید سطح آب چاه. پرنده هم پر نمیزد اطراف چاه. تنها خورشید بود که میتافت در آسمان و سنگینی میکرد بر فرق سر چاه. چاه شیرین. همچنان که میرفتیم در برهوت آفتاب، سیاهی سیالی به چشمم خورد در دور دست اخرایی پژواک بیابان در آفتاب. گاهی محو میشد سیاهی، گاهی پیدا میشد و موج میزد مثل سایکی که بگردد گرد خورشید. میرفتیم. آفتاب بود و بیابان بود و باد، باد بود و بیابان بود و آفتاب. میرفتیم.
سیاهی رسیده بود به ما. بلوچی بود که ایستاده بود لب چاه، دلا شده بود نگاه میکرد ته چاه، بیخبر بود از همه جا، مانند دو دلو سیاه چرمی چشمانش افتاده بودند ته چاه، مثل تناب باری که نگاهش وصل بود به دلوها و تکان میداد دلوها را میان آب ته چاه. آفتاب همچون آوار ریخته بود روی گرده مرد و چاه. تکانی داد به خودش و راست کرد قامتش را، ایستاد. هنوز غوطه می‌خوردند چشم‌ها در آب ته چاه. چاه مسافر است؟ ها، نه، خودم کندم. 8 سال پیش کنده بود چاه را. برادرش کمک کرده بود. پا به پای هم کار کرده بودند. 2 سکرتی روبراه کرده بودند. هندوانه می کاشتند و گوجه. 100 هندوانه خوردم. خودم خوردم. دلو دلو آب کشیده بودند. از چاه ریخته بودند توی کرتها. 1 سال فقط محصول داده بود زمین. سال بعد اشاره کرد با دستش به 3-4 قدمی چاه. تلمبار شده بودند تلهای ماسه و باد وسط کرتها. خطوط شکسته حاشیه کرتها سوسو می زدند مثل آواز جیرجیرک زیر خاکستری و زرد شفاف تل ماسه ها و باد. گله به گله بوته های بلند اسفنج و خار رویده بودند و جا خوش کرده بودند میان ماسه ها و همه جای کرت ها. پول نداشت، وسیله نداشت، ویلان مانده بود مثل چاه. آب دارد چاه؟ ها. دلو را انداخت توی چاه، تکان تکانی داد به تناب، کشید بالا. دلو را نیمه بود، آورد بالا، گرفت جلوی آفتاب. بفرما بفرما، اصرار اصرار. رفتم جلو، نگاهی انداختم توی چاه. خورشید مانند سنگی گدازان آتش فشانی افتاده بود ته چاه، برق میزد و غلط میخورد میان آب چاه که میجوشید و بخار میکرد. حدود 7 متر بود سطح آب. ارتفاع دشت 1295 متر. اسم دارد چاه؟ ها، دارد. چه شیرین است. خودم کندم. خداحافظی کردم، راه افتادم. 100 قدمی بیشتر نرفته بودم. برگشتم و نگاهی انداختم طرف چاه شیرین. مرد بلوچ مثل مجسمه فلزی خشکش زده بود لب چاه در آفتاب. تناب دلو بند بود هنوز به انگشتان دستش. فصل 24. قنات اسکلاباد. می رفتیم به سیاحت کناری شرقی دشت گوهرکوه. سحر بود، نسیمی سرد می وزید. رسیدیم به قنات اسکلاباد. طول قنات 2500 متر. عمق مادرچاه 8 متر. آبدهی قنات 3 لیتر در ثانیه. عمر قنات قدیمی بود. قنات مالک قنات حاجی غلام محمد. سطح زیر کشت 3 هکتار. تعداد خانوارهای ساکن 20 خانوار. گندم کاشته بودند و جو و کالک توی کردها. در امتداد جریان آب قنات دو طرف جوی آب بوته های هندوانه تازه نیش زده بودند و بیرون آمده بودند از زیر خاک. دسته خار مثل جارو بسته بود بلوچی ته تنابی می کشید روی خاک یکی از کردها. ماله بود و داشت ماله می کشید روی خاک کرت. اول گندم می پاشیدند، بعد گاو می آوردند، ننگار می بستند به گردن گاو، شخم می زدند کرتها را. تمام می شد
ماله می کشیدند روی خاکهای کرد تا صاف شود. صاف و هموار که می شد مثل کف دست آب می انداختند توی کرد. بس به عهده الله بود باقی کارها. خداحافظی کردیم و راه افتادیم، رفتیم و رفتیم در سحر آفتاب. رسیدیم به قنات کلک. یک پیاله آب، دو سه کرت، اندازه نلبکی شکسته، سه چهار پلاس سیاه، دو سه خانه گلی، تاق اتاقک ها ضربی بود، درها چوبی بودند و باریک. یک حفره گلی، گاهی دو حفره گلی، به جای پنجره وقت زده بودند یک طرف یا دو طرف قاب چوبی درها. پر کرده بودند حفره ها را با کهنه و خار و خاشاک. جرق جرق صدا می کرد باد لابلای شاخه ها و برگ های درختان زردالو. دوتا دوتا ستا ستا پراکنده بودند کنار کرد ها. رفتیم جلوتر، رسیدیم به تنه سوخته سروی کهن. همچون ستیقی بود سیاه قامت سوخته سر در آفتاب. تخت سنگهاش به رنگ دود و خاکستر. بیشتر از 4 متر بود قطر تنه سوخته سر. شاخهای دود زده و خشکیده درخت شکسته بودند و غلطیده بودند روی خاک. کنار اسکلت سوخته درخت 2 سرو تازه مثل 2 جوجه ققنوس سر برآورده بودند از میان خاکستر و دود. می زدند به هم سبز بالها و پرها را، نگاه می کردند به شعله های ارغوانی آتش خورشید در اجاق آسمان و می خواندند در نسیمی که می وزید تا کی می شود سر کرد میان خاکستر و دود. بالا رفتنی بودند، بالا رفتنی، سرنوشت هر دو پرواز بود و خورشید. درخت‌های بید و بنه و تاق رویده بودند کنار سرف‌ها و با آسودگی نفسی تازه می‌کردند در سایه سار سرف‌ها. بوته‌های بلند مورد وحشی مثل پرچینی سرسبز حلقه زده بودند گرداگرد صحن سبز درخت‌ها. چشمه زلال آبی روان بود پای بوته‌های مورد و درخت‌های بید و بنه و تاق. گورستانی متروک چند قدمی سروها بود. بلوچی که اهل آبادی ده پابید بود راه افتاده بود همراه ما، آمده بود به زیارت آستان سبز سروها. می گفت پدران ما می گویند همینجا حضرت علی جنگ کرده است، کافری را کشته است، از آن موقع شده است زیارتگاه، اسمش هم زیارت حضرت علی است. دخیل بسته بودند به شاخه های درخت سرب. دخیل کنار دخیل رنگارنگ بودند. دخیل ها مثل آرزوها، آبی، قرمز، زرد، نارنجی و به نقل بلوچ اهل ده پابید. چندین سال پیش یک شب عروسی بود در آبادی ده پابید. مولوی آبادی مقتنم شمرده بود فرصت را، همراه کرده بود 5-6 نفر را، آمده بودند دوان دوان آتش زده بودند به شاخه های بلند سرو و به نقل یکی از همین آتش افروزان در فردای حادثه هزاران زنبور که لانه داشتند در تنه درخت و لای شاخه ها و برگ های درخت ریخته بودند بیرون از لانه ها، افتاده بودند به جان مولوی و دستیاران مولوی. حالا نیش نزن کی نیش بزن. فرار را برقرار ترجیح داده بودند حضرات. وقتی رسیده بودند به آبادی کبود شده بود سر تا پای همه، پشیمان شده بودند. 1000 افسوس فایده‌ای نداشت پشیمانی. سوخته بود سر و کهنسال، افتاده بود صحیح قامتش روی خاک. اما دیری نپاییده بود سروهای دوقلو طلوع کرده بودند ناگهان
چند قدمی تنه سوخته درخت و مثل دو روح سبز حلول کرده بودند در کالبد طلایی آفتاب و پرواز کنان بال گشوده بودند به طرف آسمان و خورشید. گشتی و فاتحه‌ای در گورستان زیارت حضرت علی کوتاه بودند سنگ روی قبرها نصف قد یک سنگ گور و این کلمات نقر شده بود در پیشانی همه تخت سنگ ها: الله، محمد، علی، قل عبادی الالله. راه افتاده بودیم به طرف گوهرکوه، رسیده بودیم به آبادی کلک، بعد از کلک آبادی اسکلاباد، درنگی و نگاهی همچون دو دریای معلق سرسبز بودند سروها در زمینه اخرایی بیابان و کبود خاکستری کوهسار سنگی. شاخه ها و برگ های در هم تنیدهشان موج می زدند در آفتاب و زمزمه بادی که داشت می وزید. به سبز زمردین می زد تلألؤ زمزمه باد و به رنگ تراوت سبز جنگل در آورده بود آفتاب را. قنات خونکاکا، عمق مادرچاه 8 متر، تعداد پشته ها 20 پشته، طول قنات 1.5 کیلومتر، آبدهی قنات 1.5 لیتر در ثانیه. عمر قنات قدیمی بود. قنات مالکین قنات 15 خانوار. پیش از آن که ته بنشیند آب قنات و کم شود به تدریج، 4 خروار زابل گندم می ریختند، ولی حالا 50 من زابل گندم ریخته بودند و امیدوار بودند مانند سال گذشته 300 من بردارند. محصول درختی هم داشتند. یکی از مالکین قنات می گفت سال قبل 100 کیلو انگور فروخته بودند به 100 تومان. پراکنده بودند تاک ها گوشه و کنار کرت ها و میان درخت های بادام و انار و زردالو همچون آلاچیق های سبز. شمار خانوارهای اهل قنات خونکاکا خیلی بیشتر بوده است در سالیان گذشته. نان تمام خانوارها را هم آب قنات خونکاکا می داده است. آب قنات که شروع می کند به کم شدن و کوتاه آمدن، یکی یکی دوتا دوتا خانوارها بر می چینند پلاسشان را و کوچ می کنند و می روند. می روند و پشت سرشان را هم نگاه نمی کنند. چرا لایروبی نمی کنید قنات را؟ 4 سر است 8 متر، مادر چه، دراج است، یعنی دراز است، کهن خونکاکا، پول ندارند مردم. برمی گشتیم طرف دفتر شرکت. خورشید سرازیر شده بود در آسمان. لحظه به لحظه بیشتر قد می کشیدند سایه بوته خارها. بوی خواب دشت می آمد، مثل سایه آب از آن سوی افشانیالهای ارغوانی و نارنجی بارگی خسته مغرب. رسیدیم به کلبه هایی کنار بستر ماسه و شن رودخانه ای خشک، مانند کلوخ‌های پوک چسبیده بودند به هم کلبه‌ها. ضربی بودند تاق‌ها، سوراخ سوراخ بودند، تک تک ریخته بودند زمین. سفیدکی که به زردی می‌زد و دودی ماسیده بود هنوز روی دیوار اتاق‌ها، مثل تک پاره‌های کاغذ کاهی. روبروی چهارچوب شکسته درهای ورودی سایه‌هایی هنوز از نقوشی هندسی بیشتر بالای نعلبند خشتی بخاری‌های دیواری و روی سینه دیوارها شبیه بودند نقش‌ها به آدم‌هایی که ایستاده بودند ساکت و بی حرکت، مثل تصویر عکاسی روی پاهایی که نیفتاده بودند در عکس. دستها را چسبانده بودند به پهلوها و فشار می دادند تو.
تصویرها همه داخل قابهایی بودند که به شکل مستطیل بود. مستطیل قابها ستا ستا تکراری به یک قد و اندازه نصب شده بودند وسط دو ضلع یک مثلث. امتداد ساقهای مثلث به شکل دو خط مستقیم و موازی می آمد پایین و می ایستاد وسط اضلاع مثلثی که پایین تر از مثلث بالایی بود. زیر قاعده این مثلث قاب بخاری جای داشت به شکل مکعب مستطیل قناص. داخل قاب بخاری بیزی ناقص اجاق جای داشت روی سکویی که آمده بود جلو. دو طرف سکو بین اجاق و قاب بیرونی اجاق کندکاری شده بود دو قرینه دایره. رسیده بودیم سر چاه آب شرکت. شب مانند یک پیاله مملو و دود محو بخاری های متروک کلبه ها لپر می زد بر فراز خشکنای بستر خالی رودخانه. استخوانی چمباتمه بلوش موتوربان زیر پرتو بیرنگ حباب برق فرو رفته بود میان ماسه های شب. حکایت روستای ویران را پرسیدم به نقل موتوربان شرکت. کلی بوده از نام روستا به روزگار آبادانی. خشکسالی می شود، 3-4 سالی گم می شود آب قنات، ویلان می شوند اهل آبادی این طرف و آن طرف، سرانجام می روند و دست به دامن دولت می شوند، پول قرض می کنند و تعهدی می سپارند و قولی می دهند مرد و مردانه که بر می گردند سر زمین و قناتشان آباد می کنند، قنات را بذر می افشانند و کشت می کنند، محصول بر می دارند و هر سال سر محصول که شد قسط قسط پس می دهند قرض الحسنه دولت را. به جای همه این کارها یک کار می کنند فقط، می خورند پول دولت را راحت، روی پول هم یک جرعه آب. البته قحطی بوده است و خشکسالی به قدر کافی گیرشان نیامده بود آب، وگرنه آنطور که روایت می شد یک تغار آب خورده بودند روی قرض دولت به جای یک جرعه آب. می مانند از اینجا رانده از آنجا مانده، پشت سرشان دولت بود و روبرویشان خشکسالی. فرار می کنند و می روند پاکستان و ماندگار می شوند، ولی چشم به راه کی بر باد می رود بساط دولت، آنچنان که به باد رفت دولت نادری، آخر بار اولشان که نبود. پدر در پدر، جد در جد، نسل اندر نسل کارشان این بود، بس که کرده بودند آموخته شده بودند تا اینکه پیدا می شد سر و کله غول شاخداری دوباره، یا از میان ریگزارهای دشت قبچاقی یا آبهای ژرف اقیانوسی می آمد هردود کشان و می نشست بر تخت حکومتی. آن وقت می گرفتند کاسه گدایی را دستشان و می آمدند با یک دنیا ادعا که بله، روزی روزگاری یکی از پدر بزرگهای آنها گفته است به حکومت بر باد رفته بالای چشمانت ابروست. البته معلوم نبود چنین حرفی زده بود بنده خدایی، شاهدشان دم روباه بود. تازه اگر هم جرأت کرده بود و گفته بود، در نهان گفته بود، آن هم در دلش و انا شریک. شریک می شدند با حکومتی جدید که آن هم دولت باداورده بود. تا کی؟ تا سر می رفت حوصله طرف. آخه چقدر؟ انصاف هم خوب چیزیست. حالا گیرم گفتید چقدر باید تاوان داد و بس است. می زدند باز به چاک جاده، مهاجرت می کردند به هند و اقصای هند، به چین و ماچین، به دریا و اقصای دریاها می نشستند به انتظار. از بر بودند درسشان را، بار دیگر گردشی می کرد چرخ نیلوفری و باز
نه نادر به جای میماند و نه نادری، ولی قرص قرص بود زیر پای حضرات و باز روز از دو روزی از دو. تخت تخت بود خیالشان که برده اند، امروز نه فردا. نشانی های دقیق چرخ نیلوفری را هم می دادند. سوگند می خوردند که پدر پدرشان ریش سفید ریش سفیدانشان دیده است با هر دو چشم خودش این چرخ منحوس را لابلای هزاران چرخ دیگر در افلاک دور. حالا باید دامنها را گرفت و گردو جمع کرد. خیلی خیلی خر تو خر بود، خر آورد و باقالی بار کرد. همه خانوارها رفتند؟ نه، هفت هشت خانه ماندند. یکی آمد پیش ما، یکی رفت آن یکی گنات، یک خانه رفت خاش، ویلان بلاد شدند، دولت کار ندارد به کارشان. خداحافظی کرده بود راهنما و رفته بود. قنات شهرداد و شیرو مانده بود برای فردا صبح. تاریک بود هوا، شب شده بود. پت پت موتور چاه بود و شرشر آب حوض و روشنایی لرزان لامپ برق و یک وجب بالاتر کهکشان ستاره ها. قنات شهرداد و شیرو خانده بودند. خروس ها از پشت توری آقل پلاس ها، همه تاریک. تماشا می کردیم جریان فلق را ته جویبار باریک قنات شهرداد و شیرو که از بدایت تا نهایت کوتاه‌تر بود از یک قوقلی قوقوی خروس، اگر به وقت می خواند خروس. نیم لیتر آب بود آبدهی قنات. نه خانوار شریک بودند در این نیم نفس آب. به شمار اعضا 50 آدم و 170 حیوان، 220 دهان. آفتاب هم شریک بود، شریک بود باد هم. سهمی بردند هر دو، آفتاب و باد. ماسه های جویبار هم شریک بودند و مثل ماسه های ته جویبار قنات نمی شد شمرد آفتاب را و ثبت کرد در دفتر، نمی شد شمرد باد را و یادداشت کرد ذیل رقم 220. طول قنات 1 کیلومتر، آبدهی قنات نیم لیتر در ثانیه. خانوارهای مالک 9 خانوار. نام رئیس خانوار، تعداد افراد خانوار، تعداد دام خانوار. جهانگیر 2 نفر 15 دام، عظیم 5 نفر 10 دام، دوست محمد 2 نفر 15 دام، دوز محمد 7 نفر 20 دام، محمد خان 5 نفر 30 دام، قاسم خان 6 نفر 20 دام، داد محمد 5 نفر 30 دام، ناصر خان 9 نفر 30 دام، محمد خان 3 نفر. سال گذشته مشتی بذر گندم افشانده بودند. روی خوش نشان نداده بود آب قنات، جفا کرده بود، چیزی نگرفته بود دستشان را. امسال بذر نیفشانده بودند در فصل بذرافشانی. مانده بود آب قنات برای رمک. دسته دسته علف سبز شده بود اطراف جویبار قنات. در پیچ و خم ته جویبار گم شده بود آب قنات لابلای ساقه علف ها. می روند به فعلگی مردها، سالی 6-7 برج به خاش و زاهدان و تازگی ها به شرکت گوهرکوه. روزی 5 تومان مزد می گیرند. باقی فصول سال 5 برج 6 برج می نشینند توی پلاس ها و از میان قاب کمانی در پلاس ها نگاه می کنند به بیابان و کوه ها و آفتاب. و بدین ترتیب شمردند فصول سال را: بهارگه، تابستان، تیرماه، گرماک، زمستان. تابستان پلاس‌ها را می‌زنند کنار قنات، گرماک که تمام می‌شود جمع می‌کنند پلاس‌ها را، می‌روند طرف کوه. 2 کیلومتری دور می‌شوند از قنات، نزدیکی‌های کوه علم می‌کنند دوباره پلاس‌ها را.
دو شتر داشتند، همه اهل قنات گاو نداشتند. قاسم خان شوانک حلک قنات شهر داد و شیرو بود. رمک مردم حلک را می برد چرا، بهارگه در بیابان می گرداند. تابستان و گرماک می برد رمک را به کوه، کوهایی که سر برف راشته بودند در شمال دشت گوهرکوه، 2 کیلومتری دورتر بودند از قنات. زمستان بزها و گوسفندها را می سپرد دست صاحبانشان. آنها هم می کردند توی پلاس حیوانها را. سرد بود زمستان، بیرون می آمدند بزها و گوسفندها، سرما می خوردند. به جای بزها و گوسفندها صاحبان پلاسها راه می افتادند در بیابان، بوته جمع می کردند، شاخه می شکستند، می آوردند و می ریختند جلوی مهمانهای عزیزشان. هفتهی 2-3 روز هم می رفتند خاش، جو قرض می کردند، می آوردند و می گذاشتند وسط سفره پلاس جلوی بزها و گوسفندها که الاکرام و بالاتمام. سرتاسر فصل زمستان سر یک سفره می نشستند آدم ها و حیوان ها. به قول قاسم خان، خودشان می دانند چون کنند چون نکنند. قاسم خان، سال پیش چقدر آیدی داشتی؟ یک من تبریز گندم گرفته بود، برای هر رأس گوسفند 5 ریال هم نقد گرفته بود، برای هر سر گوسفند 10 1 پشم 10 1 کهره هم سهم برده بود. به برکت الله 20 کهره نصیبش شده بود پارسال. نرینه ها را برده بود خاش و هر نرینه را فروخته بود 40 تومان. 8 مادینه نگاه داشته بود برای خودش. روی هم رفته 20 من پشم فروخته بود در بازار خاش، هر من 10 تومان. امسال خشک سالی بود، بهار نبود، لاغر مانده بودند حیوانها. فکر نمی کرد چیزی آیدی داشته باشد. سالی چند دفعه حیوان می زاد؟ 1 دفعه بس. سامان هست 2 دفعه. این سامان نه 1 دفعه شود. کار خدایی است. چند نفر هستید؟ 6 نفر. خودم، شیر محمد، خیر محمد، بهادر، شهربانو. نه اشاره کرد به عیالش قاسم خان، نه نامش را برد. لابد قابل نبود عیالش و نمی آمد در شمار. چند سال داریم؟ 40. شیر محمد 17 سال داشت، خیر محمد 15 سال داشت، بهادر 1 سال داشت، شهربانو 8 سال داشت. چه کار می کنند؟ اشاره کرد قاسم خان به طرف پلاسش. نشسته بود شیر محمد عین شیر جلوی در پلاس، نگاه می کرد به پدرش. خیر محمد هم نشسته بود پهلوی شیر محمد، بغل دست برادرش. بچک بود بهادر، جنیک هم شهربانو می پلکید دم دست مامانش. قاسم خان، شب قبل چه خورده اید؟ افطاری نان خورده بود و چای. سحر کشک و نان و چای. کشک می خرید از بازار خاش، کیلوی 40 ریال. 1 کیلو کشک مصرف می شد طی 6 روز. 1 کیلو قند کفاف 10 روز خانوار را می داد. قند را می خرید کیلوی 25 ریال از دکاندار شهر خاش. 1 کیلو چای می خرید 20 تومان مصرف 1 ماه خانوار بود. کلک 1 من زابل نان را اهل خانوار می کندند طی 3 روز. طی 2-3 ماه فصل زمستان نگاه حریص بزها و گوسفندها را هم قورت می دادند. امراه لقمه های نان قاطق نانشان بود نگاه وقزده حیوانها. برمی گشتیم طرف چاه. پهن شده بود آفتاب سر تا سر دشت. بیدار نشده بود باد هنوز. منتظر سیخونک آفتاب بود باد.
نشسته بود موتوربان بلوچ جلوی در اتاقک موتور جای هر روزش، گوش میداد به صدای یک ریز موتور، خمیازه میکشید، خمیازه پشت خمیازه. آنچنان دور میشدند آرواره ها از هم و باز میشد در گلوگشاد کیسه دهانش که گفتی میخواهد ببلعد دشت را به یک نفس. تازه بیدار شده بود، معلوم بود، باز هم خوب بود. ناز شستش زودتر از باد بیدار شده بود، ولی بیدار بیدار نبود هنوز. شاید مثل باد منتظر سیخونک آفتاب بود موتوربان بلوچ. نشسته بود مرد بلوچی پهلوی موتوربان چرت میزد. کارگر شرکتی؟ نه، سر اول صبحی آمده بود بست نشسته بود جلوی دفتر هوشنگ خان، میخواست کاری دست و پا کند در شرکت. پارتیش هم جناب موتوربان بود. اهل کجایی؟ قنات عیدآباد. چه کار میکنی؟ کرتکی دارم، بحر آبی دارم. غیر از کرتک و سهم آب چه داری؟ پس دارم، ترشت دارم، ترشت یعنی بز نر، گیس دارم، گیس بز باده. چند تا؟ 17. خودت میگردانی؟ نه، شوانک هست. 8 خانه هستیم. خانه ها را یاد داری؟ ها، نام رئیس خانوار، تعداد اعضای خانوار، تعداد بز و گوسفند خانوار، بذر گندم افشانده خانوار، برداشت سال قبل، بذر کالک، نسبت خانوادگی خانواده ها. 1. الله بخش 6 نفر، 12 بز و گوسفند، 6 من بذر گندم افشانده، 18 من برداشت کرده سال قبل، 1 من بذر کالک افشانده. گوینده: 2. یار محمد 7 نفر، 9 بز و گوسفند، 5 من بذر افشانده، 12 من برداشت کرده، 1 من بذر کالک. ناکو یعنی دایی. 3. من دوست 5 نفر، 20 بز و گوسفند، 5 من بذر افشانده، برداشت سال قبل را نمی داند، بذر کالک 2 من، ناکو یعنی دایی. 4. علیم خان 7 نفر، 10 بز و گوسفند، 5 من بذر گندم افشانده، برداشت را نمی داند، بذر کالک 1 من، پسر عمو. 5. حاجی 12 نفر، 40 بز و گوسفند دارد، 5 من گندم افشانده، برداشت سال قبل نمی داند، بذر کالک 1 من، ناکو یعنی عمو. این حاجی 2 زن دارد در چادرهای جداگانه. 6. حاجی 5 نفر، تعداد بز و گوسفند ننوشته، بذر گندم ننوشته، برداشت ننوشته، بذر کالک 1 من، ناکو یعنی عمو. 7. حبرداد 7 نفر، 8 بز و گوسفند، 5 من بذر افشانده، برداشت سال قبل ننوشته، بذر کالک 1 من، برادر. 8. نواب 8 نفر، 12 بز و گوسفند، 5 من بذر گندم افشانده، برداشت سال قبل ننوشته، بذر کالک 1 من، پسر عمو. 8. خانوار روی هم رفته 200 تومان مزد میدادند به چوپان سالیانه، به علاوه 10/1 کهره و پشم. بعد از کشت گندم مردها میرفتند به کرمان، زرند، بندر عباس، به فعلگی. هنگام برداشت گندم برمیگشتند. کرایه از زاهدان تا بندر عباس 50 تومان، کرایه از زاهدان تا کرمان 14 تومان، کرایه از کرمان به زرند 5 تومان. روزی 10 تومان، 12 تومان مزد می گرفتند. می خوابیدند سر کارشان، تا می توانستند می زدند از خرد و خوراکشان. اندوختهی فراهم می شد اول لوار یعنی تابستان، بر می گشتند به قنات عیدآباد. محصول گندم را جمع می کردند، می گرفتند و می نشستند و می خوردند پولی را که همراه آورده بودند، همراه با اهل و عیال و حیوانها
تا سال بعد روز از نو روزی از نو. 5 بار آب می دادند به گندم، هفته 1 بار کالک آب می خورد. می رسید آب، 2 بار بذر می افشاندند. نوبت اول بذر افشانی زمستان بود، اوایل آذر ماه. هنگام برداشت اول لوار بود، اوایل تابستان. نوبت دوم بذر افشانی اول لوار بود، هنگام برداشت اواسط مهر ماه بود. گفتی همه صاحب خانه ها می روند دنبال کار، چه کسی آب می دهد به زراعت؟ چه کسی مراقبت می کند از زراعت؟ هر سال به نوبت یکی از مردها می ماند، می گشت نوبت هر سال، هم به دایی می گفتند ناکو، هم به عمو می گفتند ناکو، و فصول سال بدین گونه تقسیم شده بود: بهارگه، تابستان، گرماک، تیرماه، زمستان. داشتیم جمع جور می کردیم بساطمان را و راه می افتادیم که یکی از بزرگان شرکت رسید. آمده بود به بدرقه. صحبت از کل سرمایه شرکت شد و برنامه های شرکت. 60 میلیون تومان بود کل سرمایه ریالی شرکت. وام بانک صادرات بود با سود 2%. بعد از 7 سال بازپرداخت وام شروع می شد. یک کارخانه تولید سیمان خریده بودند 40 میلیون تومان و مشغول نصب کارخانه بودند در دامنه یک دشت. می خواستند یک کارخانه قند هم بخرند. 700 گوسفند خریده بودند. قیمت خرید هر رأس گوسفند بین 65 تا 100 تومان بود. می‌خواستند 100 چاه حفر کنند در دشت گوهرکوه و دشت تنب. قرار بر این بود که 500 رأس گوسفند خریداری کنند برای هر چاه و پیش‌بینی می‌کردند 400 هکتار زیر کشت خواهد برد آب هر چاه. البته 200 هکتار آن عایش می‌ماند هر سال. قناتی که داشتند آباد می کردند قرار بود 700 هکتار زمین زیر کشت ببرد. بنابراین به استثنای قنات سالی 20,000 هکتار سطح زیر کشت شرکت بود بعد از حفر هر 100 چاه. حالا 150 هکتار زیر کشت داشتند و نخستین محصول شرکت هندوانه بود که فروخته بودند به 148 هزار تومان در زاهدان و خاش. راه افتاده بودیم طرف زاهدان. پشت سر گذارده بودیم دشت گوهرکوه و قهوه خانه دهپابید و پاسگاه قطار خنجک را. سرازیر شده بود ماشین و می رفت به سوی زاهدان. کورسو می زدند چراغ‌های برق در تاریکی شب شهر. یاد پیرمرد هتل جلب سیاحان افتاده بودم. پرسیدم از همسفرها چه کار می کند پیرمرد؟ حالش چطور است؟ صبح می آمد، یک پیاله چای می داد و یک کف دست نان به هر مهمان مهمانخانه و می رفت. پهن که می شد آفتاب کف حیات، می خوابید در آفتاب. جمع که می شد آفتاب از کف حیات، بر می خواست پرسه می زد دوروبر حیات، می نشست تکیه می داد به دیوار، چرت می زد. غروب که می شد بر می خواست می رفت به آشپزخانه، قرص نانی می آورد و پیاله ای چای، می نشست کنار قالیچش می خورد. تمام که می شد نان، باز بر می خواست، وضو می گرفت، نماز می خواند، می خوابید. سایه خواب، آفتاب خواب، روز خواب، شب خواب، باقی اقامه نماز بود و قضای حاجت، بس از بالا و پایین. چه معنا داشت بیداری؟ سری را که درد نمی کند که دستمال نمی بندند. آقای رئیس برگشته؟ نه، بر نگشته هنوز آقای رئیس. اتاقها خالی اند، درها قفلند. تا کی برگردد آقای رئیس؟ حرفی نمی زند پیرمرد؟ نه، فقط منتظر آقای رئیسه.